أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي وذخري وذخيرتي في دنياي وآخرتي. سيدي وسيد الكونين أبا عبد الله الحسين نيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان ونيابة عن جميع خدمة الحسين عليه السلام صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك خصوصا أخيك بالفضل العباس وأختك الحوراء زينب فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام على المهدي وعلى آبائه السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعب عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شما حسینیان عالم امیدوارم که هر گوشه دنیا که هستید خوب و خوش و خرم باشید تحت عنایات مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف که اگر حضرتش لحظه‌ای و آنی ما را رها کند
لحظه ای و آنی نظر رحمتش رو از ما برگرداند، سنگ روی سنگ بند نمیشه قطعا و یقینا. لولا الحجه لصاخت الارض باهلها، اگر نبود مقام امام زمان، اگر نبود مقام حجت الله فی ارضه، سنگ روی سنگ بند نمی شد زمین اهل خودش را فرو می برد. پس یقینا حضرتش به ما نظر عام دارد، بلکه خوش به سعادت کسانی که تحت نظر خاص مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف هستن. نظر خاص حضرت هم می دونید نسبی هستش، نسبی هستش، یعنی بعضی ها بیشتر و بعضی ها کمتر بهره می برن از نظر حضرت. خب اینجا بحث زیاده و باید بیشتر روش تمرکز کرد، میگذرم برای وقت خودش، چون استعداد لازمه را میخواهد، قابلیت لازمه را میخواهد برای نظر کاملتر. و اما اینایی که نشستید الان پای شبکه جهانی محسن علیه السلام و از روی بهشت زمین کربلای آقا سید الشهدا دارید لذت میبرید، دارید از این تصاویر لذت میبرید، دلتون کربلایی شده است، قلبتون کربلایی شده، عرض سلام و ادب دارید خدمت آقا سید الشهدا، شماها هم تحت نظر خاصه مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفته اید یقینا، چون هر کسی را اجازه نمیدهند که شب جمعه، شب رحمت، شب زیارت متوجه کربلای آقا سید الشهدا بشه، خاصانند که کربلایی هستند. انشالله چنین باشد و ما هم بتوانیم این امانت را خوب امانت داری کنیم، این گنج ولایت را در دلهامون بتونیم بپرورانیم، این درخت پربار ولایت را بتونیم به ثمر برسانیم و ثمرش قطعا دنیا و آخرت به درد همه ما میخوره، دنیا و آخرت عرض میکنم. شاید بعضی ها بیشتر روی آخرت تأکید دارن، ولی قطعا در دنیا هم ولایت حضرات اهل بیت به درد ما میخورد. جلسه قبلی خواندم روایت امام هادی علیه افضل الصلاه و السلام را که ولایت حضرات اهل بیت به درد کسانی که از دینهای دیگر هم هستند، از اقلیت ها هستند یا مذاهب دیگر، به درد آنها هم میخورد و حضرتش قسم خوردن. حالا این به درد خوردن چگونه هست بماند که بحث های مفصل دارد، گوشش را عرض کردم رحمان و رحیم را، اینا را میگم که بیاد به ذهنتون مطالبی که عرض کردیم تا حالا در برنامه تکیه بین الحرمین. هر زن به خدمت شما، پس ثمر دنیا و آخرت دارد، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، هم دنیا حسنه میخواهیم ما و هم آخرت حسنه میخواهیم، و خداوند علی علا بخل ندارد العیاذ بالله کسی دست تمنا بلند کند و قابلیت داشته باشد، قطعا از باب قاعده لطف به او میرسد نعمی که میخواهد. دقت کنید به جمله من، از باب قاعده لطف در مییابد هرچه که بخواهد از حضرت حق، به شرط استعداد، به شرط استعداد. خب ایام، خب میدونی در آستانه عید الله اکبر، قدیر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب علیه افضل الصلاة و السلام است، همه دیگه تقریبا آماده شدن برای قدیر امیر المؤمنین و ابراز شادی و فرح. دیگه کم کم کوچه ها و ارزم به خدمت شما بازارها، سردر خانه ها آذین بندی شده، چراغان شده، عکس ها و تصاویرش رو دیدید، ما هم دیده ایم، کربلا هم استثنا نیست. اگر دقت کنید چراغ‌های بین الحرمین، چراغ‌های شادی بین الحرمین هم روشن هستش این ایام در آستانه عید قدیر. این لحظاتی که ما داریم سپری می‌کنیم حتما همون لحظاتی هستش که رسول خدا صلی الله علیه و آله به همه گفتند بمانند که امر مهمی هست. همه مسلمین بالغ بر 100,000 نفر نوشتند مانده‌اند تا ببینن رسول خدا چه حکمی دارن. البته خواص میدانستن، خواص میدانستن چه خبر است، و عرضم به خدمت شما در چند روز پیش عرض کردم آن دو زن کلام پیغمبر را، سر پیغمبر را در امر ولایت فاش کردند، یعنی دشمنا هم بعضا میدانستن که پیغمبر چه قصدی دارن
و قرار است چه کند و شواهد دیگر بیان میکند که میدانستند. چرا؟ چون در منا هم عذرخواهی میکنم، در منا هم رسول خدا صلی الله علیه و آله بارها خطبه خواندند و اعلام کردند ولایت امیرالمؤمنین را. نکته جالبی که حائز اهمیت هستش اینه، پیغمبر خدا صلی الله علیه، دقت کنید، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 23 سال حدوداً در بین مردم به رسالت پرداخته است. 3 سال آن مخفی و بقیه آن در علن بوده است که اینها را می دانید. خب تمام امور را گفته است، تمام احکام الهی را گفته است، تمام موازین شرعی را تبیین نموده است و هرچش که باقی ماند از زبان اهل بیتش به ما رسید و معلوم شد. خب مسائل بسیار بسیار مهمی در دین مبین ما هست. اگر دقت کنید، اگر راجع به هر موضوعی وقت بیشتری صرف کند رسول خدا، به طریق اولا بیانگر این مطلب است که این امر بسیار مهم است. قیاس نمیخوام بکنم برای تقریب به ذهن عرض کنم، مثلا اگر امر مستحبی را میخواستن سفارش کنن به یک جمله کفایت میکرد است، یک جمله میفرمودن و این امر مستحب اجرا میشد در شریعت مقدسه. بعضی از افعال نه، بیشتر توضیح میدادن راجبش، بعضی از امور را خیلی بیشتر تبیین میکردن. مثلا مسئله مثل حج بیت الله الحرام خب احکام بیشتری داره و خطبه ها و فرمایشات بیشتری را رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرموده است. بین همه فرمایشات رسول خدا، آن چیزهایی که خطبه طولانی تری برای آن خوانده اند، معلوم می شود که حائز اهمیت بیشتری هستند نسبت به قواعد و فرامین و احکام دیگر. این که امر ولایت اهم اعمال شیعیان است، اهم اعمال مسلمین است، یعنی سر تسلیم نسبت به امیرالمؤمنین داشته باشیم، مهمترین عمل است، بلکه با این عمل اعمال دیگه قبول میشه، یعنی اگر این عمل نباشد ولایت امیران اعمال دیگه هم قبول میشه. اینها به ادله محکم ثابت است. این هم اضافه بر دیگر ادله که بلندترین خطبه ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله خوانده اند خطبه روز غدیر امیرالمؤمنین است. 23 سال رسول است، 23 سال حبیب الله است، تمام احکام را گفته است، بلندترین خطبه را بر امر ولایت، یعنی اخذ بیعت از همه اینان که حضور داشتند زبانن و یدن، هم زبانن اقرار بیعت گرفتن و هم کفن اقرار گرفتن و بیعت گرفتن، حتی زنان را فرمود که ظرف آبی مهیا کردن. شنیده اید زنان از پشت پرده دست در آب می‌گذاشتند و امیر عوالم از این طرف دست مبارک در آب می‌گذاشتند، بیعت گرفتند. چرا چنین بیعتی که بعدها وقتی زنان سوار بر جمل می‌شوند و می‌خواهند جنگی راه بیندازند، معلوم باشد که بیعت شکستند. خب اتفاقات بسیار زیادی افتاده است در این دو سه روزه و همش رو شنیدید الحمدلله، بیشتر هم میشنوید، این ایام هم میپردازیم بهش. از بس که الحمدلله سرگرم غدیر امیرالمؤمنین هستیم، یه اتفاق مهم دیگر هم در این ایام افتاده است که کمتر بهش پرداخته میشه در این ایام، در دوره سال گفته میشه ولی در این ایام اشاره بهش نمیشه، و آن هم قتل عثمان بن عفان متخلف سوم. کشته شدن عثمان هم در این ایام بوده است، اتفاق بسیار بسیار مهمی بوده است. سرانجام بسیار بدی که عثمان داشت به خاطر عملکردهایی که داشت. ببینید تقویم شیعه رو مطالعه کنید، این که عرض میکنم تقویم شیعه چون هم دم دست هست و هم مطالبی که نقل کرده است دیگه خدشه‌ای در آن کسی نمیتوند وارد کند، چون مفصلا تحقیق شده بیان شد. ملاحظه بفرمایید، کسی که برج و بارو ساخت، یعنی خانه های ارزم به خدمت شما مجلل از
دربهایی را می آورد برای خانه هاش که این چوبی که استفاده در این درب خانه می شد چوب معطر بود، بوی عطر می داد. یعنی ببینید چقدر هزینه کرده است از بیت المال مسلمین. اتفاقات بسیار به عبدالرحمن عوف و زبیر انقدر مال داد که آنها هم خانه از سنگ و ارزم به خدمت شما گچکاری های زینتی ساختند. این سنت ها در اسلام نبوده است، بنا نبوده است که چنین داشته باشند و چنین بسازند. او شروع کرد از بیت المال ساختن. حالا اینها را اگر غمزه نظر کنیم بگذاریم و نبینیم، اتفاقات بد بسیار زیادی دیگری مثل برگرداندن مروان و پدرش به مدینه، کسانی که رسول خدا ترد کرده بود از مدینه. سرانجام هم چنین شد، 3 روز بدن او در بین قبرستان افتاده بود. از مهاجر انصار احدی نمی‌رفت او را دفن کنه. چرا در بلاد، اونم در مرکز اسلام، چرا کسی متصدی دفن عثمان نشد تا چند روز؟ برای چی؟ این سوال واقعا وارده. چه کرده بود که هیچ کسی پیش قدم نشد برای دفن او؟ آخر هم به زور دفنش کردن، آنم در قبرستان یهودیان، و اتفاق افتاد اون پایی که میدونید و خورده شد. خب اینها بیانگر عملکرد عثمانه. عملکردش چگونه بود که چنین شد که خود مسلمان ها قصد کردن او را کشتند؟ چرا؟ خب مفصل سریع عرض میکنم، ظلم و جورهایی که حکمایی که او قرار ولید ابن عطار رو گذاشته بود بر کوفه حاکم باشه، شب تا صبح در حوض نجاست به سر میبرد. حوض نجاست، نه اینکه یک ظرف و دو ظرف، حوض نجاست شراب به سر میبرد. با کنیزکان بعد با همون حال میرفت مسجد کوفه نماز بخواند و نماز صبح را 4 رکعت میخواند. بعدم از سر مستی میگفت مردم اگر میخواهید بیشتر بخوانم. همچین شخصی حاکمی است که عثمان انتخاب کرده است بر کجا؟ کوفه. کوفه که عرض میکنم یعنی عراق، یعنی سرزمین عراق. خب این اتفاقات ساده ای نیست. از همین کسانی که او قرار داده بود و انسانهای خوبی نبودن، چون هم پیاله هم بودن دیگه، شاکی شدن مسلمین، نزد او رفتن شکایت کردن، گفت رسیدگی میکنم، نامه ای نوشت با آنها داد، گفت برید به آن حاکم بدهید که شما رعایت کند، دیگه ظلم نکند. بین راه که اینا برمیگشتن اهل مصر و بصره، وقتی برمیگشتن دیدن پیک عثمان دارد از بیراهه میره، اونو گرفتن، نامه ای دستش بود، نامه را نگاه کردن، دیدن عثمان در آن نوشته به حاکم خودش که تا این چند نفر رسیدن تمامشون رو میکشی یکی یکی و دست بقیه را قطع میکنی که دیگه سمت من نیان برای شکایت از حکام. خب اینا فهمیدن دیگه، ابهر من الشمس شد که نفاق دارد عثمان. برگشتن به مدینه، محاصره کردن، قریب 50 روز خانه او را محاصره کردن. او عثمان از امیر المؤمنین طلب آب کرد. شب جمعه است و کربلا، گفتم باز هم میگم تا بماند در سینه های مبارک شما این مطلب، دروغی که تاریخ و بنی امیه ساختند، تاریخ و بنی امیه ساختند، دروغی که امیر المؤمنین منع آب کرد از عثمان. چنین نبوده است. امیر المؤمنین آب به او رساندن، به وسیله حسنین هم رساندن. در سرزمین کربلا وقتی آب رو بر سید الشهدا بستن، خواندیم و میخوانیم باز هم، گفتن به خاطر آتشی که عثمان کشید تو هم باید تشنه به قتل برسی، پناه بر خدا میبریم. امیرالمومنین برای او آب برد. اتفاقات بسیار زیادی این ایام افتاده است. اگر خاطرتون باشه راجع به ایام غدیر، بحثی که ما انتخاب کردیم ماوراء بود است، یعنی اتفاقاتی که در ماوراء عالم ظاهر افتاد، شیاطین و افراد او چه میگفتن و چه شنیدن، این روایات رو بررسی میکردیم. اگر حاضرید که ادامه بدیم بحث خودمون رو، صلواتی هدیه کنید محضر بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل.
رب اشرح لي صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. جا دارد حقیقتا، جا دارد که ما تمام ایام حیاتمون رو صرف کنیم برای آه کشیدن در مظلومیت امیر عوالم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اینقدر امیر المؤمنین مظلوم بود. یه حرفی من میزنم شما میشنوید، دیگران هم گفتن، ما شنیدیم که امیر المؤمنین مظلوم است. در زیارت حضرتش میخونی السلام علیکی یا اول مظلوم الذی غصب حمله، ای اول مظلوم عالم. خودش بر فراز منبر میگفت من مظلومم. روایتی از امام صادق مصدق علیه افضل الصلاة و السلام هست که حضرتش میفرمان هر کسی بخواد حقی رو برای خودش اثبات کنه دو شاهد کفایت میکنه. امیر المومن علی ابن ابی طالب بالغ بر 100,000 120,000 شاهد داشت و حق او را خوردن، حق او را غصب کردن. 120,000 شاهد داشت. ایام فاطمیه گفته ایم، ایام فاطمیه گفته ایم که وقتی امیر المومنین در خانه مهاجر انصار را می زدن و می گفتن شما چند روز پیش با من بیعت کردید، فاصله ای نیست آخه از غدیر امیر المومنین و عرضم به خدمت شما احراق بیت صدیقه طاهره و غصب خلافت. چند وقت پیش با من بیعت کردن، بیعت شما هنوز تازه است. چرا؟ میگفتن یادمان رفت، میگفتن ابی بکر زودتر از تو دست بیعت جلو آورد و ما با او بیعت کردیم. الان که دیگه بیعت با او کردیم نمیشود بیعت. بهانه های اینطوری. و امیر المؤمنین هم چه جواب هایی دادن که بحثش مفصل، تاریخ هم حاکی آن، هم شیعه نقل کرده است هم غیر ما نقل کرده است، مفصل است کتب و روایات در این باب. یعنی چنین زیاد است که دیگه جای انکار برای کسی نمانده مگر احمق. یعنی کسی که در انکار این روایات بیاد دیگه واقعا از علم و معلومات هیچی به او نرسیده. بدونید اینو مردم عالم، اگر کسی رد کند این روایات را، این مطالبی که عرض میکنیم از غدیر و بیعت امیر المومنی، کسی رد کند یا غرض دارد و یا واقعا دیگه از علم هیچ بهره ای نداره، مجسمه حماقت است. دو تا کتاب مطالعه کرده بود، کتاب خودش مطالعه کرده بود، همه اینها را میدانست. چرا نمیپذیرند؟ خیلی جواب داره. چرا نمیپذیرند؟ خیلی جواب داره. مهمش این است که نطفه پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. مظلومیت امیر المؤمنین، این روایتی که جلسه قبل خوندم، جلسه قبلی که راجع به غدیر سخن میگفتیم، واقعا تکان دهنده است، واقعا انسان را به تحیر وامی دارد. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و مردم غیر علی علیه السلام را برای خلافت به پا داشتند، غیر امیر المؤمنین را نشاندند در جای امیر المؤمنین، ابلیس تاج پادشاهی بر سر گذاشت. ببینید ابلیس سلطنت میکرد از زمان آدم ابوالبشر، بالاخره افرادی داشت، بالاخره لشکری داشت، روز به روز هم زیاد شد. شیاطین انس هم به او پیوستند، شیاطین انس هم به او پیوستند، ولی نداشتیم جایی که تاج بر سر خودش بگذاره. روزی که غصب کردن اهل سقیفه خلیفه تراشیدن و جای امیر المؤمنین گذاشتن بر فراز منبر رسول خدا، آن روز را روایت از امام صادق مصدق است، امام باقر صلوات الله علیه هستش، عذرخواهی میکنم، آن روز تاج بر سر خودش گذاشت، اعلام پادشاهی. چرا؟ ببینید ابلیس تاج پادشاهی بر سر گذاشت و منبری نصب کرد و بر روی آن نشست و شیاطینش را جمع کرد و به آنان گفت شادی کنید، چرا که تا امام قیام نکند خدا اطاعت نمی شود. تمام شد. این که مردم همه رفتن سمت ابوبکر، دیگه خدا اطاعت نمیشه، چون اهم فرامین الهی را اطاعت نکردن دیگه، اهم فرامین الهی را اطاعت نکردن.
آخه وقتی که شما از در خانه ای داخل نشده باشی که اصلا دیگه اهل اون خانه حساب نمیشی، وارد نشده ای که بخوایم مسائل و احکامی که اهل خانه دارن بر تو بار کنیم، بیراه داری میری. چه جالب این بود، چند روز پیش شنیدم این رو توی همین فضاهای مجازی، یکی از بزرگانشون از حمقاشون که ادعای علم داره نماز شیعه را باطل اعلام میکرد. گفت نماز شیعه باطله، چرا؟ که وضوع اینها اشکال داره. وقت برای وضوع خودش هیچ دلیلی نداره، برای وضوع خودش که غلطه هیچ دلیلی نداره، به وضوع ما که آیات قرآن صراحتا به آن اشاره دارد و تایید میکند اشکال میگیرد. نماز شیعه را رد میکنه، نماز خودش را صحیح. این پناه بر خدا میبره. تا کجا اینقدر خلاف رفتن؟ تا کجا اینقدر دور رفتن؟ عجب. پس ابلیس آنجا در اومد گفت دیگه خدا عبادت نمیشه، تموم شد. تا کی؟ تا مقام شامخ ولایت حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنه. خب روایت بعدی رو ببینید. امام صادق علیه السلام فرمود هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله سخنانش را در غدیر فرمود و امیر المؤمنین علیه السلام را برای مردم نصب کرد، ابلیس فریاد کشید که بزرگان گروهش نزد او جمع شدند و گفتند ای بزرگ ما. چه فریادی بود؟ چی شد؟ چرا اینطوری فریاد زدی؟ ابلیس گفت وای بر شما، امروز مانند روز عیساست، اتفاقی که در تولد عیسی افتاد. به خدا قسم مردم را در این باره گمراه خواهم کرد. من این مردم را گمراه میکنم؟ بار دیگر ابلیس فریادی کشید و بزرگان گروهش نزد او جمع شدند و گفتند ای بزرگ ما، این فریاد دوم چه بود؟ دومی رو برای چی فریاد زدی؟ گفت خداوند درباره گفته من آیه ای نازل کرد. وقتی ابلیس در اومد گفت من این مردم رو گمراه میکنم، خدا آیه نازل کرد. ببینید آیه رو. ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، با این کاری که اینها کردند و قراره بکنن ظن ابلیس را تصدیق کردن. یعنی حرف ابلیس که قول داد مردم رو گمراه کنه، با این خلیفه تراشیشون، با این نقض بیعتشون، با این زیر بیعت زدنشون، ظن ابلیس را تصدیق کرد. ابلیس گمان خود را بر آنان به صدق رساند. سپس ابلیس به سوی آسمان متوجه شد، گفت رو کرد به آسمان ابلیس، گفت خداوندا به عزت و جلالت قسم گروه های هدایت یافته را هم به بقیه ملحق خواهم کرد، چنان گمراهشون کنم که اونایی هم که هدایت شدن هم ملحق کنم به اینا که گمراه شدن. لغزش دیگه وقتی آماده باشه و یه عده عرضم به خدمت شما جلو بیفتن، دیگه برای بقیه پیرویشون سهل‌تر میشه، آسان‌تر میشه. اگر میان برنامه آماده است ببینیم با هم دیگه تا ادامه روایت رو بخونم. خیلی زیباست. این کیه؟ حق الیقینه. این کیه؟ حبل المتینه. این کیه؟ باب المراده. این کیه؟ فتح المبینه. این کیه؟ کهف امانه. این کیه؟ حسن حسینه. این کیه؟ شیرین کلامه. این کیه؟ این امیر المؤمنین.
این کیه مهمون نوازه؟ آی مهمونا خدا کنه مهمون علی باشی، خدا کنه گدای علی باشی. به خدا اگر گدای علی بشی در عمرت هیچ کجا در خونه نامردا گدایی نمی کنی. این کیه مهمان نوازه؟ این کیه شورا فرینه؟ این کیه مهر سپهره؟ این کیه ماه زمینه؟ این کیه این ذل جلاله؟ این کیه این ذل کماله؟ این کیه دوم فروغه؟ این کیه جان رسوله؟ این کیه جانان آله؟ این کیه مولای قنبر؟ این کیه پیر بلاله؟ این کیه دانا به هر کس در جنان و در جنینه؟ این کیه رکن و مقامه؟ این کیه بیت الحرامه؟ این کیه دوم فروغه؟ این کیه اول امامه؟ ای حاجت من چقدر ادب داری نسبت به مولات علی؟ چقدر گریه کنی؟ چقدر عزاداری؟ میدونم راه زیادی رو طی کردی، اما اومدی توی این مجلس تماشاچی بشی یا عزادار بشی؟ صلی الله علیک مولا یا امیر المومن. خب این کلیپی که مشاهده کردید، خدا رحمت کنه آقای موسوی رو با این لحن و صوت خوششون، مال ایام ولادت و قدیر امیر المومن نبود، ولی چون فضیلت مولا رو بیان میکرد، اشعاری که صفات امیر المومن رو بیان میکرد خوانده بودن، گذاشتیم که همشب جمعه رحمتی به روح این بزرگوار باشه و انشالله که همه گذشتگان، هر کسی که دم از امیر عوالم علی میزده است، انشاءالله بر سر سفره اکرام و انعام حضرت مولا امشب مهمان بشود و ما را هم خداوند علی اعلی عنایت کند، توفیق به دهد آقا سید الشهدا و برادر با جان برابرش قمر بنی هاشم تا آخرین لحظه و آخرین نفس ثبات در ولایت داشته باشد. چرا که حقیقتا بعضی از حرفها، بعضی از روایات تن انسان را می‌لرزونه، تعارفی نداریم با هم. بعضی از آیات هست که وقتی اولیاء خدا می شنیدن زجه می زدند از گریه. سخت است، سخت است، صراط مشکل است، امیر المؤمنین صراط است، ولایت صراط است، رد شدن و باقی ماندن در آن بسیار مشکل است و انشالله عنایت حضرات اهل بیت هیچ گاه از هیچ یک ما سلب نشود. به عنایت حضرات اهل بیت اهدنا صراط مستقیم میخوانیم هر روز چند مرتبه. خب عرضم یه مقدمه کوتاه بگم ادامه روایت رو بخونم. شیطان لعین رجیم وقتی که تمرد از حکم الهی کرد و صحبتهایی که بین او و خداوند علی علی رد و بدل شد، لعقویان نها مجمعین مفصلا بحثش در جای خودش نقل شده و میدانید شما، فقط اشاره میخوام بکنم، خداوند علی علی از باب حکمتش، از باب لطفش، از هرچه که شما میگویید، از رحمانیت و رحیمیتش عده ای را استثناء کرده است. یعنی چه؟ یعنی بعضی ها گول شیطان را نخواهند خورد، شیطان بر آنها سلطه ندارد، تحکمی نمیتواند بکند. این مهمه، این مطلب. آیه هم نازل شده است، قرآن هم به آن تصریح دارن. خب بار دیگر، حالا روایت ببینید، ابلیس دوباره صدا زد، فریاد زد، دور او جمع شدن، خدا این آیه را نازل کرد، خوندن. سپس ابلیس به سوی آسمان متوجه شد و گفت خداوند به عزت و جلالت قسم گروه های هدایت یافته را هم به بقیه ملحق خواهم کرد. در اینجا
پیامبر صلی الله علیه و آله که متوجه رفتار ابلیس او چشمش میبیند و بصرک الیوم حدید، باطن و ظاهر را میبیند رسول خدا صلی الله علیه و آله، رفتار ابلیس را هم میدید رسول خدا. این آیه را از جانب خداوند تلاوت فرمود تا گفت خدایا من همه را گمراه میکنم، بلا فاصله رسول خدا این آیه را خواندند: ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. عباد من را، خداوند در قرآنش فرموده است عباد من را، عبادی یا عبادی خیلی کار ازش میاد تو این جمله، بماند که مفتاح بعضی از اسرار است این یا در عبادی، بماند جای دیگه انشاءالله عرض میکنیم. لیس لک علیهم سلطان، تو نمیتونی عباد من را، هیچ سلطه ای نداری، نمیتوانی آنها را گمراه کنی، سلطه نداری. خب ببینی، لیس لک علیهم سلطان، تو را بر بندگان واقعی من تسلط و راهی نیست، نمیتونی. پیغمبر خواندن، بار دیگر ابلیس فریادی کشید، تا این جواب رسول خدا به او دادن دوباره فریاد کشید، فریاد کشید و بزرگان و گروهش به سوی او بازگشتند و پرسند این فریاد سوم چه بود؟ سومین بار برای چی فریاد کشیدی؟ ابلیس گفت به خدا قسم از اصحاب علی صلوات الله و سلام علیک یا امیر المؤمنین، دقت کنید، به خدا قسم از اصحاب علی که نمیتوانم بر آنها تسلط داشته باشم، ولی خداوندا قسم به عزت و جلالت این فریاد سوم رو برای این کشیدم که اصحاب امیرالمؤمنین را نمیتونم تسلط بر اونا داشته باشم. خدا دست او را بسته است اینجا، قطع کرده است، بلکه دوستان امیرالمؤمنین و اصحاب امیرالمؤمنین کسانی هستند که از سلطه ابلیس فراترند، نمیتواند ابلیس، نمیتواند آنها را گمراه کند. بلکه اینجایی که عرض کردم بعضی از روایات تن انسان را میلرزاند، اینجاست قسم به عزت و جلالت، داره قسم میخوره، خدایا قسم به عزت و جلالت گناهان را برای آنان، یعنی شیعیان علی، زیبا جلوه خواهم داد تا با ارتکاب آن ایشان را به درگاه تو مبغوض نمایم. این عبادی لیس علیهم به سلطان، عبادی که سلطه بر آنها نداری، مساق عتم مکملش ذوات اقدسه هستن که بماند، آنها زاب و خاک دیگر و شهر دیار دیگرن، اون مطلب سر جاش. ولی تعمیم آیه می شود اصحاب خاص امیرالمؤمنین را در بر بگیرد و می شود تعمیم داد بر همه اهل ولایت، محبین و شیعیان، کسانی که در صراط هستن و مقتدای آنها امیرالمؤمنین است و خلیفه بلا فصل بعد رسول خدا حضرت مولاست بر ایشان، اینها از تحت سلطه ابلیس بیرونند. آیه را می شود تعمیم داد حسب روایاتی که شیعه را عام می دانند، یعنی شیعه دو معنا دارد، معنای خاص و معنای عام، می شود تعمیم داد. ولی شیطان ابلیس و لبارس فریاد سوم رو زد، فریاد سومو که زد به دور و وریاش گفت دوستان علی را من دیگه سلطه بر آنها ندارم، دیگه نمیتونم گمراهشون کنم، ولی خدایا چه میکنم؟ گناه را برای اونا زیبا جلوه میدم. گناه را میبینه ولی صورت گناه برای او زیباست، انجامش میده. کم کم که مشغول این گناه شد، دیگه از نظر حضرت حق در میاد، مبغوض الهی میشه. گناه وقتی زیاد بشه خداوند علی اعلا غضب میکند. این مکر شیطان است، مکر شیطان است برای شیعیان و محبین، گناه را زینت میدهد، به زبان بزرگان گاهن زینت میدهد، چنان بر میگردانند مطلب را، همینطور که عرض کردم لحظاتی بشه، مطلب رو چنان برمیگردانه که فکر میکنه کار غلط او صحیحه و آخر از زمان عذرخواهی میکنم، آخر از زمان روایت دارد دیگه، روایت رو سرچ کنید پیدا کنید، باید بترسیم گاه، باید بترسیم. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف میشن مردم، امر به منکر میکنند، نهی از معروف میکنند،
الان این چند روز باقی مانده به محرم دارید میبینید فضای مجازی چه خبره. پناه بر خدا میبریم از این همه بی انصاف، از این همه بی مروت. سر سفره آقا نشستی همه عمرت، حالا چه میدونستی چه نمیدونستی، سر سفره سید الشهدا بودی، الان چی شده که اینطوری رو برگرداندی از ولی نعمت؟ میبینید دیگه، همتون دیدید این ایام هم هر سال خدا را شکر میکنیم الحمدلله رب العالمین، فتن آخر زمان هر سال نزدیک محرم که میشه یه اسباب و آلتی دست اینها میفته، این دهن شکسته ها شروع میکنن حرفهایی را لغز خواندن گوشه و کنار عالم، کوری چشمشون. هر سال هم محرم سید الشهدا بهتر برقرار میشه، بهتر برگزار، نه به خاطر من است نه به خاطر شماست، خداوند علی اعلی چنین قول داده است در این سرزمین شب جمعه است، بدانید مردم در این سرزمین قرار قلب امام سجاد، قرار قلب امام سجاد یعنی حرفی که امام سجاد را نگه داشت، بلند هم میگم نگه داشت. چرا؟ چون وقتی حضرت زینب او را دید بر فراز شتر، وقتی که اسرا را می بردن، خود حضرتش می فرماید و کاد نفسی ان تخرج، نفسم روحم داشت بیرون می مند که می دیدم کشتگان خودشون را دفع کردن، بدن حجت خدا روی زمین است، اولیاء خدا. اما هم حضرت زینب صلوات الله علیها متوجه من شد و به من فرمود یا بقیت الماضین، ای مانده از گذشتگان برای من، مالی اراک تجود و به نفسک، چی شده که اینطور داری دست و پا میزنی در وجود خودت، چرا اینقدر پریشانی؟ عرض کردم مطلب این است، حضرت زینب جمله رو ببینید، با همین جمله قرار داد امام سجاد را، قرار داد به امام سجاد، قلب حضرت را آرام کرد، فرمود ولا یزداد و الا علوا، روز به روز خدا پرچمی بر این بقعه سرپا کند که روز به روز علو آن بیشتر می شود. خدا خواسته از چنین باشد، با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده، خدا چنین قرار گذاشته است که پرچم سید الشهدا سال به سال روز به روز برافراشته تر بشه. خدمت یکی از بزرگان علما بودیم یه وقتی، حالا بنای اسپردن نداریم، ما شاید شنیده باشید در صداهایی که از این بزرگوار پخش شده، رحمت الله علیه، میفرمودن که یه زمانی عده‌ای، حالا اسمی برامشون اسم میبرن، عده‌ای زبان زد بودن در عزاداری آقا سید الشهدا مجلس برپا کردن، زبان زد بودن، بهترین مجالس رو میگرفتن، قدر ندونستن، خدا از آنها گرفت داد به اهل دیگری، به فرهنگ دیگری، قوم دیگری، آنها شروع کردن بهترین عزاداری ها رو انجام میدادن، خدا گرفت داد اوشون. اینطور میگفت الان میبینین هندی ها پاکستانی ها چی کار دارن میکنن برای سید الشهدا، خودم رو عرض میکنم به گرد پای اینها نمیرسم، در عزاداری کربلا اومدید دیدید دیگه، عزاداری هندی ها و پاکستانی ها جان برکفن برای آقا سید الشهدا. البته حالا در اقوام دیگه هم هست، نه اینکه فقط خواسته باشد، ولی کلام اون بنده خدا هم بزرگوار رحمت الله علیه رو عرض کنم، خدا میخواهد این پرچم باشد، تو چه بخواهی چه نخواهی این پرچم بالا میرود، یا این که میایی در کنار این سرچشمه و فیض میبری، یا با مخالفتت مقابله میکنی و دودمان خودت را میسوزانی. اختیار با تو. یه مثالی میزنن قدیمی و مشت به سندان زدن از حماقته، کسی با مشت روی سندان آهنگری نمیکوبه، وقتی میبینی که این دست الهی پشت سر این ماجراست، قضیه شاعر سید الشهدا وقتی میبینی طول تاریخ این گونه بالا رفته است، یکم متنبه شو، یکم زبان کوتاه کن، یکم دهان ببند، در خلاف حرف نزن. خدا خیر بده به همه. شیطان این چنین کرده است که زینت بدهد اعمال را بر شیعان امیرالمومنین، غلط داره انجام میده، اشتباه داره میگه، ولی چنان زینتش میده که فکر میکنه کار خوب. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، روایت دیگه رو بخونید، ببخشید یه قدری
کلام راجع به کربلا شد، ما وقتی که بحث کربلا و سید الشهدا میشه عنان اختیار از دست میدیم. انشالله نظر سید الشهدا بر این حرفا باشه. شیطان در روز قدیر، روایت بعدی، به صورت پیرمردی زیبا روی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت ای محمد، اللهم صلی علی محمد و آله، چقدر کمن آنان که واقعا طبق گفته هایت با تو بیعت میکنن. شیطان میدونست، گفت اینا که راست دارن باید بیعت میکنن، چقدر تعدادشون کم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله به من خبر داد که ابلیس و رؤسای اصحاب او هنگام منصوب شدن من در روز قدیر حاضر بودند. در آن روز اصحاب ابلیس رو به او کردند و گفتند این امت مورد رحمت قرار گرفتن، تموم شد و از گمراهی محفوظ شدن و دیگر نه ما را و نه تو را بر آنها راهی هست، چرا که امام و پناه خود بعد از پیامبرشان را شناختن. معلوم شد بعد کجا برن، دیگه امامشون را شناختن. ابلیس با ناراحتی و اندوه از آنان جدا شد. امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه کلامش فرمود پیامبر به من خبر داد آن هنگام که مردم بعد از وفات من بیعت تو را بشکنن، ابلیس و اصحابش جمع می کند و آنان در مقابل او به سجده در می آیند. وقتمون گذشت، پناه به خدا می بریم و گوشمون را از حرفهای ابلیس و ابالسه می بندیم. برای فرج دعا کنیم. شب جمعه است، گذشتگان را یاد کنید و ما را از دعاتون فراموش نکنید. یا علی اسعد الله ایام. زمین کربلا تاجی شکسته، جوانان یک به یک بردی زدسته. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمون نوازی. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمون نوازی.